نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز شنبه اول ذی‌الحجه سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با شیوه های مختلفی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله برای تبلیغ دین به کار می گرفتند فرمودند، شکی نیست که پیامبر اکرم در صدر عمل کنندگان به قرآن کریم و بهترین آنها هستند و قرآن کریم نیز بهره گیری از حکمت و موعظه حسنه در ارتباط با مردم را توصیه نموده است. معظم الله در ادامه فرمودند، ظاهرا نسبت بین حکمت و موعظه حسنه عموم من وجه هست و گاهی موعظه حسنه همراه با حکمت و گاه بدون حکمت است و گاهی حکمت هم همراه با موعظه حسنه و گاه بدون موعظه حسنه است. ایشان با اشاره به مفهوم حکمت که قرار دادن هر چیزی در موضع خودش می باشد فرمودند، گاهی اوقات موعظه حسنه مفید نیست و تأثیر لازم را ندارد، لذا حکمت به معنای قرار دادن هر چیز در موضع آن اقتضا می کند که نصیحت همراه با عتاب و تندی باشد و در مراتب امر به معروف و نهی از منکر هم گفته شده که ابتدا با نرمی صورت پذیرد و اگر فایده نداشت با تندی انجام شود. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با برخی از نامه های رسول خدا به بعضی از سران کشورها و قبایل فرمودند، فرمایش عتاب آمیز حضرت رسول اکرم به این گونه افراد مبنی بر این که اگر ایمان نیاورید گناه خودتان و افرادی که تحت سرپرستی شما قرار دارند به گردن شماست به منظور تکان دادن وجدان آنان بوده است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. یک کسی داره یه آدمی از بالا پرت میکنه که بکشته، یه آدم معصوم، و موعظه اگه فایده نکرد باید حکمت اقتضا میکنه که دستشو بگیره نذاره این کارو بکنه. یا یک کسی، این مثال رو بعضی بزرگان زدن، یک کسی عقب عقب داره میره، نظر پرت میشه از کوه اما متوجه هم نی، این اگر موعظه بخواد بکنه تا بخواد موعظه رو این بگیره و افتاده از اونجا، این باید محکم بزنه به پشتش پرتش کنه اونور تا نیفته پایین. اینجا موعظه حسنه فایده نداره، یعنی جاها فرق میکنه، لحاظه هر دوش، یه جا جای اینه یه جا جای اون.